سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. بیش از 20 سال هست که تلاش‌های صورت گرفته به جهت اینکه سیستان و بلوچستان ناآرام باشد. این ناآرام نگه داشتن در تداوم تلاش‌هایی هست که برای شعله‌ور نگه داشتن مرزهای ایران داره اتفاق میفته. از سوی چه کسانی؟ از سوی غربی‌ها و کسانی که به نوعی همکارشون به حساب میان در سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای حاشیه خلیج فارس. صریح بخوام صحبت بکنم، امارات، عربستان سعودی و رژیم‌های از این دست. من از کشورهای غربی هم که حرف میزنم یه چیزی همینجوری تخیلی یا هوایی نمیگم. از هلندش داره کمک میکنه برای اینکه اونهایی که در جنوب و جنوب غرب ایران هستن بتونن عقبه‌ای داشته باشن، ناآرامی رقم بزنن تا بریم برسیم به سوئد و دیگران. درباره سیستان و بلوچستانش نکات بسیار زیادی وجود داره. اینا کارو با گروه‌های مختلفی بستن، با سرویس‌های مختلفی بستن. از طرف گروه‌ها و سرویس‌های مختلفی تحت آموزش هستن، تحت همکاری هستن. منتها فارغ از همه اینها، اخیراً گزارشی منتشر شده در یک نشریه وابسته به القاعده. یک گزارش 6 صفحه‌ای هست. توی این گزارش اومده درباره سازمان القاعده، ایران، نسبت این دو با یکدیگر، تنش‌هایی که دارن، داستان‌هایی که بینشون وجود داره صحبت کرده. دو سه تا نکته خیلی خاص در این گزارش هست. در بخشش اومده گفته که 17 مرداد 77 در مزار شریف دیپلمات‌های ایران کشته شدن. میدونید اشارهش به کدوم ماجرا هست؟ فاجعه‌ای که رخ میده علیه دیپلمات‌های ایران در مزار شریف، که تا امروز همه بر این باور هستن که طالبان این کار رو انجام داده. طالبان پشت این قضیه بوده. بعضی ها هم میگن نه، به طالبان ربطی نداره، خود طالبان هم تاکید داره که به ما ربطی نداره. در ایران هم حرفای ضد و نقیضی زده میشه. برخی دیپلمات ها میگن و برخی سیاستمداران میگن طالبان درش نقش داشته، باید پاسخگو باشه. بعضی میگن به طالبان ربطی نداشته. اینجا میگه اتفاقی در 17 مرداد 77 رخ داده کاری بوده از سوی القاعده. یه نکته رو من داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم. بعضی از تکذیب ها از سوی مقامات ایران که میگن طالبان در این ماجرا در سال 1377 نقشی نداشته، ممکن هست تکذیب‌های حالا با اهداف سیاسی باشه. یعنی مثلا دارن چیزی رو انکار میکنن به دلایلی. بخشش ممکن هست نه، از این بابت بوده باشه که ایران در اون بازه زمانی در سال 77 مرداد 77 یقین داشته که طالبان علیه کنسولگری ایران و علیه دیپلمات ایران کاری نخواهد کرد. چرا یقین داشتن علیه دفتر نمایندگی ایران کاری نخواهد کرد؟ یا حالا مثلا از سوی طالبان تضمینی داده شده که آقا ما کاری نمی کنیم، ما اگه تو مزار شریف اقدامی علیه اینو نخواهیم کرد و حرفای از این دست، خیالتون راحت باشه. یا به نوعی دیگری این اطمینان به وجود اومده. پس این حادثه چرا رخ داده؟ باز ممکن هست عده‌ای از سوی طالبان این کارو کرده باشن، ممکن هست عده‌ای خودسر از سوی طالبان این کارو کرده باشن. گزینه سوم همینی هست که اینجا تو این گزارش میگه ممکنه ماجرا کار القاعده باشه. هیچ ربطی به اینها نداره. حالا اینا بعد از سالها دارن درباره صحبت میکنن. من صرفاً سه تا احتمال رو مطرح کردم، به هیچ کدوم وزن نمیخوام بدم. منتها ادامهش رو با هم بررسی بکنیم. در ادامه این ماجرا اومده در مسئله ایران پرداخته به یک شخصیت، به یک کاراکتر که به عنوان یک جنایتکار شناخته میشه. خیلی رسانه‌های وطن فروش تلاش کردن برای این هویت بسازن. برای این تروریست تحت حمایت سرویس اطلاعاتی امارات هویت بسازن. این فرد عبدالمالک ریگی هست، کسی که با جنایاتش علیه مردم سیستان و بلوچستان هم از شیعه و سنی شناخته میشه. یه فیلمیه من خیلی دوست داشتم، قبل از این برنامه کلی گشتم در مستندهای مختلف برای شما پیداش بکنم، مربوط هست به یک بمب‌گذاری که اینا انجام دادن. یکی از اهل سنت افتاده روی تخت، بعد دارن باش مصاحبه میکنن، مجروح تو بیمارستان، حالش خیلی بده. دوربین وقتی میره بالا سرش میگه که به ما گفتن که اینا برای شماها دارن میجنگن، ما نمیخوایم بجنگن. این چه جنگیه؟ من الان رو تخت بیمارستانم، دارن از ما میکشن، این چه جنگیه؟ خیلی دوست داشتم این فیلم رو بیارم با همدیگه بررسی بکنیم. اینا جنایتی انجام میدادن، رسانه تلاش میکرد به افکار عمومی بگه نه، اینها کسانی هستن که معترضن، گلایه هایی دارن و تصمیم گرفتن با تفنگ حرف بزنن. تفنگ کجای داستان؟ القاعده بوده، القاعده پشت قضیه بوده. الان تو گزارششون دارن به همین اشاره میکنن. گفته ضمن ستایش از عبدالمالک ریگی در این گزارش 6 صفحه‌ای که توسط نشریه القاعده نوشته شده، تاکید کرده که حمایت سازمان القاعده از گروه جند و شیطان در اون سالها اتفاق افتاده بوده.
علارغم اینکه جند و شیطان هر گونه رابطه با القاعده و طالبان رو نفی میکند، اما این مسئله در واقع بخشی از سیاست سازمان القاعده برای کمتر کردن فشار بر روی سازمان‌های مرتبط با این سازمان می باشد. من این نکته رو داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم، واضحه دیگه. میگه در اون بازه زمانی اینا ارتباطات رو انکار میکردن به جهت اینکه فشار روی این سازمان‌ها نباشه. این از سوی القاعده حمایت می‌شده، از سوی القاعده آموزش می‌دیده و از سوی القاعده در میدان بوده. نکتهش میدونید کجا هست؟ ما سال‌هاست داریم از این صحبت می‌کنیم. این از دبی بلند شده، هواپیما تو آسمون گرفتن آوردنش ایران، اسنادی وجود داره، با اماراتی‌ها همکاری می‌کرده، اسنادی وجود داشته، اماراتی‌ها داشتن بهش آموزش می‌دادن، اسنادی وجود داشته که سرویس اطلاعاتی امارات پشتش بوده، اطلاعاتی وجود داره که نشون میده این رفته افغانستان تو پایگاه‌های آمریکا آموزش دیده. آقا پس القاعده کجای داستانه؟ نکته‌ای که من می‌خوام به بهونه این مسئله خدمت شما عرض بکنم این هست که اگرچه از کثیف بودن این سرویس، این گروه‌های تروریستی همین بس که همزمانی که تو درگیر فلسطین هستی بمب‌گذاری از سوی اینها انجام میشه در کشور تو، یه روز بعد از اینکه رژیم سفارت تو زده، که این بمب‌گذاری اثبات بکنه که اینا از همه پروژه میگیرن، پروژه بگیره خوبی هستن، اسرائیل میتونه به کار بگیرشون، دیگران میتونه به کار بگیرشون، اگرچه این کثیف بودن در اینها وجود داره. ولی به نظر من این اثر اثری که الان در گزارش القاعده اومده نشون میده که ما باید دنبال همکاری های بین القاعده و سرویس اطلاعاتی امارات هم باشیم. در کجا؟ در مسئله ایران، در مسئله سیستان و بلوچستان. چقدر با قطعیت میشه اینها رو گفت؟ من صرفا دارم یه نظر ابتدایی میدم درباره این گزارش. اونهایی که کارشناس هستن، اونهایی که در حوزه مسئله گروهای تکفیری و تروریستی کار مطالعاتی عمیق کردن و اشراف دارن، باید اصلا نظر دقیقتری داشته باشن. بریم ادامه‌اش رو با هم دیگه بررسی بکنیم. در ادامه این گزارش اومده به همین مسئله پرداخته. شما بهتر از من میدونید که ریگی در افغانستان رفت و آمد داشته، از امارات می اومده به افغانستان می رفته، آمریکایی ها اونجا آموزشش می دادن. اینجا این گزارش گفته که توی صفوف نیروهای سازمان القاعده در افغانستان هم آموزش دیده، به صورت مستقیم از سوی سازمان حمایت شده. بعد در نهایت حالا اومده اشاره کرده به اقدامات دیگری که القاعده الان داره انجام میده در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و جاهای دیگر که من ازش عبور میکنم. دوستان من نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم این هست، به شدت در تلاش هستن به افکار عمومی در بین اهل سنت در سیستان و بلوچستان با رسانه‌های مختلف توضیح بدن که آقا اصلا مسئله گروه‌های تروریستی و خرابکار چیه، مسئله داعش و القاعده و اینها چیه. اینا جوان‌هایی هستن، کار ندارن، بیچارن، بدبختن، از سر بیچارگی و بدبختی و اینها دست به اسلحه بردن، دارن اعتراض میکنن به یه حکومت شیعه که علیه اینا داره زور میکنه. توی افکار عمومی کی بیشتر سعی میکنه این حرفای انحرافی رو مطرح بکنه؟ حمید اسماعیل زهی که 1001 مظنون نمایی دربارش انجام دادن، الانم خیلی سوژه رسانه ها شده که میگفتن آقا این ممنوع الخروج، مکه نذاشتن بره، کجا نذاشتن بره، الان برای درمون بلند شده رفته ترکیه برای به اسم درمان. البته بعضیای دیگه میگن که درمان بهونه است، رفته داستان های دیگری اونجا پیگیری بشه. حالا من با این مسئله کاری ندارم. من نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه، مسئله سیستان و بلوچستان هرگز یک اتفاق ساده و یک ماجرایی که عده‌ای از سر ناراحتی کاری بخوان انجام بدن یا از سر مثلا فقر و بدبختی و بیچارگی بخوان کاری بکنن نیست. همین چند وقت پیش بعد از جنایت خونینی که تروریست‌ها انجام دادن، حمید اسماعیل زهی رفته بود در مسجد عربستان، مسجد زرار، همین مسجدی که در سیستان و بلوچستان هیچ وقت توضیح ندادن با چه پولی ساختن گلدستاشو، چند ده متر رفتن بالا، رفته بود گفته بود که آقا بیایید بشینید گفتگو بکنید با گروه تروریستی جیش الظلم، با هم صحبت بکنید. چرا صحبت نمی‌کنید؟ با القاعده صحبت بکنیم، ما با القاعده بشینیم صحبت بکنیم. اینا القاعدن، اینا عقبشون همون گروهای تروریستی هستن که در آن سوی مرزها دندون تیز کردن برای شیعه سنی در ایران. ما تف نیستیم که بخوایم مسئله سیستان و بلوچستان، اقدامات تجزیه طلبانه و چیزهای از این دست رو انقدر ساده انگارانه نگاه بکنیم. اینها رو لازم بود خدمت شما توضیح بدم. دوست دارم در کنار این صحبت ها بریم بخشی از ویدیوهای مربوط به عبدالمالک ریگی رو با هم ببینیم، صحبت هایی که از سوی این فرد داره انجام میشه. من میخوام بر نکته تاکید بکنم، این بخشی از مغزشویی هست که برای بکارگیری عزیزان اهل سنت و برای تبدیل کردنشون به تکفیری و تروریست داره صورت میگیره. ما همونجوری که تشیع لندنی داریم، داره انحراف ایجاد میکنه، داره مسیر رو به جایی غلط میبره، در اهل سنت هم هست. در اهل سنت به کجا ختم میشه؟ به دست و سلاح بردن و منفجر کردن خود و چیزهای از این. وقتی تلاش میکنن داعشی بشن،
عزیزان اهل سنت رو ببرن در مسیر داعشی، میخوان این خروجی رو بگیرن دیگه. این مخشویی چه چیزی رو میخواد فریاد بزنه؟ بخشی از صحبته عبدالملک ریگی رو ببینیم، برمیگردیم نکاتی دارم عرض کرد. هیچ مسلمان آگاه جای تردید نیست که شیعیان قطعا کافرن، از دایره اسلام خارجن و دوستی کردن و همکاری کردن با اینها قطعا ارتداد است و کسانی که اینها را مسلمان بدانند آنها نیز کافرن، از دایره اسلام خارجن و در کفر آنها نیز هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست. من نکته داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم، 19 ثانیه از صحبته عبدالملک ریگه رو با هم دیدیم، میتونیم 19 ساعت و 19 دقیقه و 19 ثانیه دیگر هم بررسی بکنیم. میگه به ما گفتن شیعیان کافرن، ایرانی ها کافرن. نکته ای که من باید خدمت شما عرض بکنم، حالا فارغ از توهین هایی که همیشه مطرح میشه، آقا تشیع لندنی داره اینا رو توهین میکنه به مقدساتشون، بقیه میبرن از این ویدیوها سوء استفاده میکنن، این بخشی از ماجرا هست. بخش دیگری از ماجرا این هست، در منطقه غرب آسیا که شما این طرف پاکستانی هست که بلاخیز گروه های تروریستی تکفیری درش هستن، این طرف افغانستانه که گروه های تروریستی تکفیری درش هستن، اون طرفش بالاتر تاجیکستانه دارن نیروهای تربیت میکنن داعشی ها و تکفیری ها، این طرف تمام مرزات تکفیری ها هستن. اهل سنت هم حضور دارن، بخشی ها اهل سنت دارن نگاه میکنن ببینن تو مرام چیه، مشیه چیه، نسبتت با اسلام چیه. تو این خاورمیانه ادهی در تلاش هستن با اسلام ستیز جویی بکنن در ایران، زیرا به اسلام رو در ذهن ایرانی ها بزنن. آقا شما ایرانی هستی، اسلام به شما چه ربطی داره؟ اسلام چنین است و چنان است، علی چنین کرده، حسین چنان کرده. اصلا اصل هوشمندی که ایران انجام داد این بود که من وقتی با مسئله اسلام آشنا شدم نگاه کردم ببینم آقا کیا به کشور من حمله کردن، اینا حمله کردن، بر چه اساسی حمله کردی، کجای داستان حمله کی کردی مطابق با خاص اسلام بوده. چون ما روایات رو بررسی می‌کنیم شبیه آن چیزیه که داعش انجام داده، شبیه حمله اسلام به ایران نبوده، شبیه حمله داعش به ایران بوده. ما داعش در سالهای اخیر دیدیم دیگه، پس این حمله حمله اسلام نبوده. کیا حمله کردن؟ کیا مخالف بودن؟ آها، علی ابن ابی طالب مخالف بوده، فرزندانش مخالف بودن و هزار یک داستان دیگر. کجای داستان وایسم من توی این منطقه‌ای که اسلام درش وجود داره؟ کجای داستان وایسم در دنیایی که اسلام در حال افزایش پیدا کردن و گسترش پیدا کردن است؟ کجای داستان وایسم میتونم وایستم فریاد بزنم بگم که من مسلمان نیستم، ارتباطی با شماها ندارم، این یک مرامه، این یک مشه. 19 ثانیه شو با هم دیدیم، برمیگردم میگم که اینا نامسلمانن، اینا کافرن، ما باید با اینها بجنگیم بریم بهشت. میتونم یک کار دیگه بکنم بگم که نه، در اسلام کسانی هستن مثل من فکر میکنن، من از هر شورش و اعتراضی از سوی اینها حمایت میکنم. اولیناش فرزندان حضرت علی بن ابی طالب هستن، در کربلا یزید مظلومانه اینها رو گیر آورده، من 1400 سال عزاداری میکنم برای اینها. بقیه مسلمان ها رو هم دعوت میکنم به اینکه این کار رو انجام بدن. این هم اسلام ایرانی نیست، یک اسلام فراگیریه که میخوام باش با دنیا صحبت بکنم، یک اسلامیه، اسلام مقاومتیه، اسلام جدیدیه که میخوام باش با دنیا صحبت بکنم. کاری که ما انجام دادیم این بوده، هر تلاشی در جهت اسلام ستیزی صورت بگیره در ایران خیانتی است که عربستان رو خوشحال میکنه، خیانتی است که اسرائیل رو خوشحال میکنه، خیانتی است که دشمنان ایران رو خوشحال میکنه، خیانتی است که کمک میکنه آنهایی که حمله کردن به ایران 1400 سال پیش به اسم اسلام و دروغ هم گفتن. این حمله هیچ ربطی به اسلام نداشت، این اقدام هیچ ربطی به اسلام نداشت. من میتونم درباره ساعت ها صحبت بکنم. کمک میکنه اینهایی که مشکشون این هست، مرامشون این هست، از بین عزیزان اهل سنت عذرگیری بکنن از اونایی که تو پاکستان هستن. چرا؟ چون طرف نگاه میکنه اینو بیخودان، بی خدایی ترکیه رو که نمیفهمه که 1001 اتفاق عجیب و غریب خلاف اسلام الان داره در ترکیه رخ میده. اصلا اینا کار ندارن که. چرا؟ چون خمیر مایه‌ای که او به خودش گرفته و چیزی که برای اینها تعریف کنه اینه که این از اهل سنته. درسته؟ برای تفرقه چیکار میکنن؟ میگه اینا شیعه بودن، الان هم که دیگه شیعه نیستن، بی خدا هستن. اون کسانی که روی مسئله اسلام ستیزی کار میکنن، بدانن یا ندانن، دارن از این جهت کمک میکنن به عربستان و دیگران. به چه دلیلی؟ به خاطر اینکه از این بعد هر کسی تکفیری میشه بگه باید با کفر بجنگم. کفر کجاست؟ جای سر ایران، جای سر ایران. ما هوشمندانه در این سالها عمل کردیم، هوشمندانه پرچمدار اسلام بودیم، هوشمندانه کمک کردیم که اسلام افزایش پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، مدلی که ما میگیم، نه اونی که عربستان میگه، نه اونی که تکفیری ها میگن، نه اونی که دیگران دارن مطرح میکنن و ادامه داستان ها. در بین هموطنهای ما ادهی رو تلاش کردن فریب بدن، ادهی رو تلاش کردن منهدم بکنن. بخشی از اینها توسط تشیع لندنی اتفاق افتاد، شدن شیعیانی که حرفایی زدن که این حرفا ازش خون چکید،
و باعث شد تکفیری هایی به وجود بیان با انگیزه جنایت بکنن. عده‌ای هم تکفیری ها هستن. این وسط یک چیزی آمد به نام اسلام حامی وحدت، اسلام حامی همدلی. از دلش مقاومت در اومده، از دلش اهل سنت و شیعه در اومده که رفتن تو سوریه جنگیدن در مقابل داعش شهید شدن، از دلش اهل سنتی در اومده که امروز داره در مرزهای شرقی کشور پاسداری میکنه، از کشور ما شهید میده، از دلش این قهرمان ها در اومدن. ما این بازی رو به این شکل جلو آوردیم، خیلی ها در تلاش هستن. گزارش برای شما میخونم از یکی از اندیشکده‌های غربی، میگفت بهترین راه این است تفرقه بندازیم بین شیعه و سنی. ایران نمیذاره، ایران نمیذاره. یادتون هست نشستی بود مربوط به کارشناسان یهودی با هم بررسی کردن، اونام همین میگفتن. ایران تا اینجای کار این بازی رو هوشمندانه درست جلو آورده. خیلی ها در تلاش هستن مرزهای ما رو دچار ناامنی بکنن، تروریست‌ها، تکفیری‌ها، گروه‌های خرابکار، سرویس‌هایی که مربوط به کشورهای دیگر هستن. و به یاری حضرت الله همه این ماجراها البته با هوشیاری مردم ایران و با هوشیاری ملتی که بازی رو به درستی فهمیدن به حاشیه و به گور خواهد رفت. طولانی‌ترش نمی‌کنم. اگر نکته چیزی بود در قالب پیام برای ما بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. ایران 14313 پل ارتباطی من و شما هست. خاک پای همه رفقا هستم. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.